قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی خانم ها آقایان سلامی گرم و درودی بی پایان بر تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوص عزیزانی که این برنامه رو از ایران میبینند بحث امروز ما در مورد ویزای توریستی هستش و چگونه اشخاص میتونن که ویزای توریستی بگیرن و از اون طریق وارد ایالات متحده بشن بذارید که قبل از اینکه در مورد ویزای توریستی صحبت بکنیم شما بدونید که ویزای توریستی زیر کدوم ماده قانونی در ایالات متحده هستش اشخاص در ایالات متحده قوانین ایالات متحده وقتی که بخوان وارد بشن اشخاص میتونن که یا از طریق ویزا یا از طریق اقامت یعنی گرین کارت وارد ایالات متحده بشن ویزا برای مدت زمان مشخصی هستش و ویزا چیزی هستش که شخص به خاطر <تصفح> یک مسئله ای وارد ایالات متحده میشه یعنی چی یعنی که ویزای توریستی شخص به عنوان برای ویزای توریستی برای توریست بودن برای جای جایی رفتن ملاقاتی کردن یا کاری رو انجام دادن هستش کاری که انجام به پول نباشه یعنی چی یعنی که شما نمیتونید با ویزای توریستی وارد آمریکا بشین اینجا کنسرت بذارید از کنسرت پول در بیارید نمیتونید نمیتونید شما وارد با ویزای توریستی وارد ایالات متحده بشید و برین دانشگاه نمیتونید ویزای توریستی یعنی کسی که میادش اینجا میره والدیز دیزنیو ملاقات می، میبینه میره لس آنجلس یک دوره کشور میگرده ویزاهای دیگه ای هستش ویزای دانشجویی هست ویزایی هستش که برای سرمایه گذاری ویزای کار و و و و که در جلسات قبل و در جلسات آینده در مورد هر ویزایی صحبت کردیم یا صحبت خواهیم کرد بدین جهت شما باید دقت بکنید که با ویزای توریستی وارد آمریکا می شوید یعنی اینکه برای مدت زمان مشخص شما وارد آمریکا میشید حالا در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد در مورد بحث دیگه در مورد گرین کارتی ها هستش کسانی که با اقامت وارد میشن اقامت برای مدت زمان طولانی هستش و هیچ انتهایی نداره اشخاص میتونن که برای تا آخر عمرشون تو آمریکا زندگی کنن از طریق اقامت اگه وارد بشن و اگر که از طریق اقامت وارد میشن تا زمانی که کار خلافی نکرده باشن یا اینکه قوانین ایالات متحده را نشونن دولت آمریکا میزبانشون خواهد بود اقامت از طریق اقامت شما وارد بشید تبدیل به سیتیزنشیپی یا تابعیت آمریکا در یک زمانی خواهد شد ویزا غیر مهاجرتی هستش یعنی اینکه شما مهاجرت و قصد مهاجرت به ایالات متحده را ندارید بلکه به خاطر یک مسئله میخوایم وارد آمریکا بشید ویزا تبدیل به سیتیزنشیپی یا تابعیت آمریکا نخواهد شد بعضی مواقع وقتی شما با ویزا در آمریکا هستید میتونید که ویزاتون رو تبدیل به گرین کارت بکنید ولی اون یک بحث دیگه ای هستش حالا ویزای توریست رو صحبت کنیم و که شما الان دیگه داره یواش مدرسه مدارس مدرسه مدرسه‌شون داره تموم میشه میخواین که شما فکر میکنید که ممکن برای تابستون بخواین که وارد آمریکا بشید چی کار باید کنید یک زود اقدام کنید باید اول قرار ملاقات بگیرید برای کنسولگری و مدارکتون رو جمع کنید بریم به کنسولگری اقدام بکنید هر کسی که بخواد وارد آمریکا بشه باید ملاقات یک با یک با کنسول آمریکا داشته باشه مثلا اگر یک خانواده چهار نفره هستن مادر پدر دو فرزند هر چهار تاشون باید به کنسولگری آمریکا رجوع کنند باید پولی رو بدن که کنسول آمریکا باشون ملاقات کنه بهش میگن اپلیکیشن فی یک فرمی رو پر میکنن و ارائه میدن و کنسول آمریکا زمان ملاقات میذاره باشون ملاقات میکنه حالا اصلا برگردیم روز اوله امروز شما میخوام برای ویزای توریستی اقدام بکنید چی کار باید کنید شما مدارکتون رو جمع می کنید یعنی اینکه مدارکی که هستش که نشون میدهه که شما باید یک مسکنی یک, یک،, یک، به دلیل یک مسئله به ایران برمیگردید یا به کشور خودتون برمیگردید ویزای توریستی برای اشخاصی هستش که میخوان بیان آمریکا یه چند سباهی تو آمریکا باشن و بعد بر بر برگردن کشور خودشون خب ما چگونه ثابت بکنیم به کنسول آمریکا که میخوایم برگردیم کشور خودمون چگونه این کار انجام بدیم خب بذارین فکر کنیم قاعدتا اگه بچه ها بچه دارین شما نشون میدین که بچه ها محصل هستن مدرسه شون کارنامه شون نشون میدید و نشون میدین که ثبت نام برای سال جدید کردن خب این خوبه چک مارک دو اگه خود شما شاغل هستین و برای کمپانی کار میکنین یک تونه نامه از رئیستون یا از قسمت مدیریت کمپانیتون میگیرید که نشون میده که شما برای اجازه دارن به شما که مرخصی داشته باشین برای یک ماه میتونید که تشریف برید به هر جایی که بخواین خارج از کشور و بتونید که بعد از اون یک ماه برگردید کارتون هستش پس این نشون میده که شما یک کاری و شغلی دارین که بهش به کشورتون برگردید بسیار عالیه سه یک تونه قراردادی یا یا سند ملکتون در ایران در خود مسکونی در جایی که زندگی میکنید یا اجاره نامتون یا یه چیزی که نشون میده که شما اجاره ای دارید یک محل زندگی در ایران دارید که بهش برمیگردید اینها نشون میده که شما رابطه کاری رابطه زندگی هنوز با ایران دارید حالا اینو بذارید کنار این برای نگاه کنید اگر شما هیچ نامه‌ای نداشته باشین که نشون بده که شما شاغل هستید یا اینکه تجارت خودتون رو دارید یا اینکه نشون بده که شما همه خونهتون رو فروختین نشون بده که همه خونه رو فروختین پول تو بانک گذاشتین و دیگه یواش یواش میخوایم به این آمریکا اون نشون نمیده که شما میخواین توریست باشین شما قصد مهاجرت دارید اون پرونده بده پرونده خوب چیزی هستش که شما نشون بدین حتی الامکان که رابطه با کشور خودتون هنوز دارید که برگردین به کشور خودتون و در اونجا سکونت کنید بعد از اینکه یک زیارت یک زمانی در ایالات متحده گذروندید اون پرونده ها پرونده های خوبی هستش که این مدارکی که خدمتتون گفتم رو نشون بدید به غیر از اون باید ساپورت مالی داشته باشید برای اومدن با آمریکا قاعدتا مثلا 20000 25000 دلار در بانک باید باشه که اون میگین که من اون پول رو میام آمریکا پس این مدارک رو همه رو آماده می کنید و بعد به ایالات به کنسولگری آمریکا ارائه میدید قبل از اینکه شما این مدارک بعد از این مدارک آماده کردین یک فرمی هست به نام فرم DS 160 این فرم رو باید روی سایت روی وبسایت کنسولگری آمریکا در جایی که میخواین تشریف برید و کسانی که در حوزه خلیج فارس هستند یا در ایران هستند یا دبی یا آنکارا یا ارمنستان آذربایجان میتونن که رجوع کنن به کنسولگری و هر وبسایت هر کنسولگری قوانین خاص خودشو داره اون فرم دی اس 160 رو شما پر میکنید و همش انگلیسی هستش قاعدتا باید با یه نفری که انگلیسی زبان هستش در کشور خودتون با اون این کار انجام بدید اگه خودتون انگلیسی حرف میزنید فبه ها سوالا رو جواب میدید و بر حسب اون بهتون قرار ملاقات میدن قرار ملاقات رو که گرفتین شما تشریف برین به کنسولگری آمریکا با این مدارکی که خدمتتون گفتم و به مدارک ارائه میدید و در زمانی که شما مدارک رو ارائه میدین به کنسولگری آمریکا در اون زمان کنسولگری آمریکا اعلام میکنه که آیا ازتون سوال میکنه که در روز ملاقات از شما سوال میکنه که مدارکتون کامل هستش یا نیست به چه لد میخواین این آمریکا کجا میخواین برید برنامه‌تون چیه و قاعدتا اگر که شما یک برنامه خاصی برای آمریکا داشته باشید مثلا دیگه الان همه چی رو سایت ها هستش روی اینترنت هستش بروشور اگه بچه‌ها رو می‌خوایم ببرین دیزنی لند میکی ماوس رو نگاه ملاقات کنن بروشور اونجا رو پرینت میکنید نیویورک میخوایم برین چند تا بروشور از نیویورک پرینت می‌کنیم میگیم ببین حداقل من این جرا رو دیدم اینقدر هم خرجم میشه این هتل میخوام بمونم و بعد میخوام که برم آمریکا این کارا رو انجام بدم این شهر به این شهر برم بچه‌ها رو ببرم جاهای مختلفو نگاه کنن و برگردم کشور خودم یا اگر که متأهل نیستی خود من میخوام برم اونجا ببینم که اصلا جو و آمریکا چه جوره شنیدم که آمریکا ممکنه جای خوبی باشه برم نگاه کنم و برگرم کشور خودم خب هر کسی به دلیلی میادش آمریکا حتی توریستی هم باشه به دلیلی میاد اون دلیل شما رو اگر که بدونیم میشه که مدارک رو بهتون پیشنهاد بهتر داد که چه مدارکی داشته باشید که به کنسول آمریکا ارائه بدید پس یک مدارکی هستش که نشان میده که رابطه شما از نظر عاطفی از نظر مالی و نظر شغلی به کشور خودتون چی هستش رابطتون چی هستش و رابطه هر چقدر محکمتر باشه پرونده شما با قوی تره دو نشون میدین که یک پولی برای خرج سفرتون دارید در بانک هستش سه حالا نشون میدین که تو آمریکا مدین چیکار میخواین کنید <تصفح> چیکار میخواین کنید و اون مدارک هم پرینتش میکنید ارائه میدین به کنسولگری آمریکا کنسولگری آمریکا میگه که یا آره یا نه ولی همونطور که خدمتتون گفتم فرم دی اس رو بعد پرشه زمان کنسولگری رای داده میشه پول کنسولگری رو میدید برای همون ملاقاتتون و بعد بعد ملاقات میشه خیلی از ایرانیا که اگر که ببینید شما ملاقاتتون رو انجام در کنسولگری آمریکا اگر که کنسول جوابش مثبت بودش می که خواهش میکنم این شماره پرونده شما از تشریف برین شما و از طریق اینترنت شما چک بکنید که شمارتون اومده باشه بالا و در اون زمان هستش که میتونید که شما رجوع کنید به کنسولگری آمریکا که بهتون ویزاتون تو پاسپورتتون بزنن بدین جهت کسانی که ویزای توریستی اقدام می‌کنن انتظار نداشته باشین که شما امروز کنسولگری تشریف ببرید و فردا به شما ویزا بدن نه طول میکشه خود اون برای همین بر... اول اوایل این برنامه گفتم بهتون که باید زود اقدام بکنید برای اقدام ب... برای گرفتن ویزای توریستی یعنی اگر که امروز روز اول باشه یک ماه یک ماه و نیم طول میکشه که مدارک آماده کنید قرار ملاقات کنسولگری بزنید دو ماه بعد ممکنه بدن و زمانی هم که کنسولگری رفت نگه جواب مثبت باشه دو ماه سه ماه ممکنه بیشتر طول بکشه که ویزا رو تو پاسپورت شما بزنن اینا یعنی باید دقت کنید که بخواید که مثلا مرداد تشریف این آمریکا باید فروردین شروع کنید شهریور بخواید بیاین اردی بهش باید شروع کنید اینا رو زمان بندی ها رو دقت کنید و کسانی که برای هر شخصی هم زمان ها یکی نیستش برای نفر ممکنه یک ماه طول بکشه برای از اینکه رفتن کنسولگری بهشون ویزا بدن اگر که جواب مثبت بودش برای نفر ممکنه هشت ماه طول بکشه جواب ها یکی نیستش بستگی داره به مسائلی که اون شخص داشته در جاهای کار میکرده و کارمندها و کارفرماهایی که اون شخص داشته هست حال دقت کنید این از طریق کسایی هستش که کار از طریق اشخاصی هستش که بخوان که ویزای توریستی بگیرن بیان آمریکا خیلی از اشخاص ویزای توریستی رو میگیرن که بیان اینجا برن نمایشگاه نمایشگاه های بسیار زیادی در ایالات متحده هستش و این چند وقت ما دیدیم که خیلی از اشخاص ایرانی ها از طریق ثبت نام کردن در یک نمایشگاهی در رشته خودشون تونستن بیان آمریکا جراح قلب در پزشکی در کنفرانس های پزشکی در مورد قلب آرشیتکتا در اون کنفرانس ها خیلی از اینها هستش و خیلی جالب شما بدونید خیلی کنفرانس های مختلف در ایالات متحده هستش در رشته شما شما میتونید که با م... کسانی که در کار مشاوره مشاور توریستی هستن مشاورهایی هستن که تبلیغای بسیار زیادی در تلویزیون ها من دیدم میتونید که شما با اونها تماس بگیرید و اونها یه چیزی از شما میگیرن که بهتون این کنفرانس ها رو بهتون معرفی کنن یا اینکه بهتون کمک کنن که مدارکی رو احتیاج دارید دی 160 رو براتون پر کنن اشخاص مختلف هستن ولی قاعدتا برای همه این کارها که انجام میدن به نظر من بیشتر از 1000 1500 2000 دلار خرج نکنید برای اینکه خیلی کارا رو میتونید مشکلی خودتون انجام بدین ولی چون که اینها خیلی از این کارها انجام میدن مشاوره این کارا انجام میدن میتونن که در خدمتتون باشن این قیمتو هستش که من یه این نفر 13000 دلار میگیره یکی 14000 دلار میگیره زیادی هستش به نظر من و چیزی که هستش به غیر از این کارهای مشاوری که براتون میکنن خرج سفر رو هم که اون جدا هستن پول هواپیما پول هتل تو اینا رو باید شما حساب بکنید و اقدام بکنید دوستان دقت کنید متاسفانه در بعضی از تلویزیون ها و در بعضی از برنامه ها ملت میان میگن که نه من شما رو میفرستم در فلان کنسولگری در فلان کشور اروپایی و بعد از اون طریق میتونیم بیا اینجا اینجا هیچ زد و بندی نداره هر کی زد و بند داشته باشه یا فکر کنید داشته باشه دو سال سه سال دیگه پاشو میخوره روی این حساب خودتون رو قربونی این کارا نکنید خیال نکنید که اینجا مثلا در بعضی کشور خاورمیانه ای خیلی مسائلی هستش هدیه میدن زیرمیزی میدن این برنامه هستش. اینجا نیستش توی آمریکا این مسائل نیستش رشوه دادن به مقامات دولتی در ایالات متحده زندان داره روی این حساب خیال نزدیک کسی خامتون کنه بگی آقا 10000 دلار به من بده من میرم به فلان کس میدم نیست اینجا روی این حساب دقت بکنید شما هر کسی که بهتون قول میده و میگه من صد درصد این کارا میکنم من این کسو میشناسم من فلان شخصو میشناسم دروغ بهتون میگه مدارک آماده میشه مدارک رو ارائه میدن کنسول آمریکا میگه آره یا نه و اون کنسول آمریکا که اونجا نشسته هیچ کسو نمیشناسه کنسولای آمریکا رو خیلی عوض میکنن هر کسی کسی نمیشناسه حساب بستگی به مدارکتون داره مدارکتون کامل باشه سوری نباشه سوری نباشه <applause> پروندتون رو ارائه میدین یا میگن آره یا میگن نه دلیل این که این کلاس ها رو من میذارم و این برنامه های مهاجرتی رو من انجام میدم تقریبا میتونم بگم هر روز یک برنامه مختلف هستش به خاطر این هستش که شما بیدار بشید الکی پولتون رو به کسایی که قول میدن به شما ندید هیچ گارانتی نیستش که کنسول به شما چه ویزا, ویزا خواهد داد یا نه و هر کسی که بهتون میگه گارانتی میکنم من این کار رو انجام میدم دروغ بهتون میگه من شما رو باید بفرستم فلان کشور در فلان قاره که شما ویزاتون رو بگیرید نه عزیز من هیچ کس زد و بند نداره هیچ کس با, با مقامات دولتی ایالات متحده زد و بند نداره در مورد کشورهای دیگه من هیچ نظری نمیدم من در مورد آمریکا میگم حساب شما بیدار بشید ولی برای اینکه مدارکتون رو جمع و جور بکنن بهتون راهنمایی بدم مشاور یعنی این دیگه مشاور از شما یک دستمزدی میگیره که به شما کمک کنه که براتون کارا رو بهتون اطلاعات بده و کارا رو را بندازه نه که گارانتی کنه برای اون کار دستموزی بگیرن هزار دلار 700 دلار 1500 دلار من متوجه میشم ولی بیشتر از اون جدا علکی دارن ازتون میگیرن شما دقت کنید شما دقت کنید پس از طریق ویزای توریستی شما اینطوری که من دارم میبینم ویزاهایی که دارن کنسولگری میدن و اشخاصی که وارد آمریکا میشن خیلی ها با ویزای توریستی برای دیدن محلی دیدن شهری وارد میشن یا خیلی ها برای رفتن به کنفرانسی یا جاهایی که سمینارهای مختلفی در رشته خودشون هستش اقدام میشن اقدام میکنن و خیلی از اشخاصی که برای سمینارها میان آمریکا من دیدم که کنسولگری آمریکا بهشون ویزا داده نظر خوبی هستش چکش کنید و اگر که احیانا این کار رو بخواین که شروع کنید یک مشاوری در کنارتون باشه میتونید که از اون طریق انجام بدین و میگم تبلیغ رو نگاه بکنید اشخاصی که این کار رو انجام میدن و از اونم پرس و جو کنید هر کسی که تبلیغ میکنه ممکنه خوب نباشه پرس و جو کنید ببینید که چگونه انجام میدن خرج خودتون رو و اون پولی که اول باید بدین و یک کمی کمش کنید و مواظب باشید که اگه خدای نکرده پرونده رد بشه شما حداقل زیاد از جیب نرده باشید مراقب باشید این برنامه کلی ویزای توریستی هستش یادتون نره عزیزان ویزای توریستی که وارد آمریکا بشید برای مدت زمان مشخصی هست بعد از اون باید از کشور خارج بشید ویزای توریستی رو استفاده نکنید که بیاین اینجا حالا بمونیم نه غیر قانونی تو کشور نمونید به شما ممکنه که ویزا بدن برای سه ماه یا شش ماه که بعد در ایالات متحده حضور داشته باشید بعد از اون برگردین کشورتون اگر خواستین که ویزاتون رو مثلا اومدین اینجا دیدین که قصد جدا توریستی شما دارید و اینکه که جای بدی نیستش ببینم که یکم بیشتر بگردم ممکنه که اینجا از طریق یک نوع قانونی دیگه قانونی دیگه ویزامو تبدیل بکنم قوانین آمریکا رو مراعات کنید میشه در بعضی مواقع ویزای توریستی رو تبدیل کرد به ویزای دانشجویی به ویزای سرمایه گذاری به ویزاهای مختلف ولی کم پرونده با پرونده فرق داره روز اول قصد شما باید توریستی باشه اگر از روز اول قصد شما دانشجویی برای ویزای دانشجویی اقدام کنید اگر از روز اول قصد شما سرمایه گذاری هست برای ویزای سرمایه گذاری اقدام کنید به دولت آمریکا دروغ نگید ولی در این حال خیلی هستن با ویزای توریستی وارد میشن اینجا رو کمی نگاه میکنم اینا نه جای بدی نیستش که بچه‌هام بذارم مدرسه دخترهام بذارم دانشگاه پسرهام بذارم که یه کاری انجام بده و بعد در اون زمان رو میتونن تبدیل بکنند اینها چیزایی هستش که باید دقت کنید و با وکیلای مورد اعتماد خودتون صحبت بکنید اگر در این مجموعه سوالی باشه برای دفتر وکالت من در خدمتتون هستیم ما ویزای توریستی رو زمان بندیشو زود شروع کنید و زمانها رو حواستون باشه که در یک زمان مدت زمان مشخصی بعد از اینکه کارتون تو آمریکا تموم شد باید برگردین به کشور خودتون اینو یادتون همیشه باشه برای این سوالو همیشه کنسول از شما میپرسه از اینکه وقتتون رو به من دادید متشکر هستم و قبل از اینکه کنم قبل از اینکه خدافیزی کنم بازم یه چیز یادم اومدش بهتون بگم که مدارکی رو که میدین سوری ندین آ دوستان سوری هیچ کاری انجام ندید ازتون خواهش میکنم میدونم در خیلی مسائلی که در ایران هستش و کشور خاور میانه هستش خیلی عرف هستن هر چی بخواد درست میکنه اینجا نکنید مدرک دروغی و مدرک تقلبی به هیچ دولتی ندید بلخصوص دولت ایالات متحده ای آمریکا دودش یه جا به چشم خودتون میره نکنید این کارو مدرک رو حقیقی بدین با قانون جلو رفتن و قوانین رو احترام گذاشتن نظر بسیار عالی هستش که امیدوارم همه بتونن که قانون رو دنبال کنن و دور قانون نزنن بلکه به قانون احترام بذارند از اینکه وقتتون من دادین متشکر هستم تا جلسه بعد که با هم گفتگویی داشته باشیم برای شما عزیزان شبها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می متشکرم مرسی قدم اول مهمه خیلی هم مهم دانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TMTV،